خطیبی بود در یزد به نام سید یحیای خطیب یزدی. میگه من یه شب از مجلس که اومدم تو مسجد نشسته بودم، جوانی آمد پیش من گفت آقا ما یه مجلسی داریم، لطف میکنید ولو چند دقیقه مجلس ما را اداره کنید. گفتم من مجلس بعدی دارم، باید برم، وقت ندارم. یه نیم ساعت فاصله بود استراحت کنم. اصرار کرد، گفتم این مریدا اگه بفهمن نمیذارن. گفت ولو 5 دقیقه 10 دقیقه هم شده بر ما صحبت کنیم ما قانعیم. گفتم پس تو برو من دنبالت میام، اینا نفهمن. این را افتاد و منم رفتم و رسید کنار یه خونه، در رو باز کرد و من وارد شدم. تا وارد شدم در از پشت قفل کرد، بعد صدا زد که آوردمش. یختم همه اومدم، او اینا همه بهایی هن و نقشه قتل ما را کشیدن. گفتن سید اعتقادات ما را باطل میکنی، آبروی ما را میبری، امشب میخوام بکشیمت و همینجا دفنت کنم. بی جوونی که من آورده بود اونجا، گفتم من که گوش به حرف تو کردم، حالا منم یه چیزی از تو میخوام گوش به حرفم کن. مرد هستی یا نه؟ واره. همقدر از خونه بیرون نری؟ گفتم نه تو خونه. گفتم من یه وضو بگیرم دور کت نماز بخونم. یه مشتی زد تو پشتم، گفت برو هر کار میخوای بکنی بکن، اگه فایده داشت برات برو بکن. آمدم تو صحنه حیات، ولی صدا اینا رو میشنیدم که دارن با هم مشورت میکنن چی شکلی اینو بکشیم، کجا دفنش کنیم که لو نریم. تنم میلرزید اما امیدم به حضرت زهرا بود. وضو گرفتم، ایستادم به نماز، نماز استغاثه از زهرا. هی گریه میکردم، بیبی جان من چند شب حریم شما دفاع کردم، میخواد یه عنایتی کنید، یه لطفی کنید، تا اینجا شما اومدیم، بقیه شما باید بیام. همین که داشتم گریه میکردم و متوسل و از زهرا بودم، یک مرتبه دیدم جمعیت ریختن و در رو شکند، در حیات شکست و ریختن توی خونه و اینا ترسیدن، یه عده‌شون فرار کردن و یه عده‌شون پنهان شدن و خلاصه ما رو گرفتن و برگردوندن مسجد. من بینا گفتم ما کجا فهمیدیم ما اینجاییم؟ گفتن خادم مسجد خوابیده بود، خوابی دیده بود، از خواب بلند شد گفت سریع برید فلان آدرس که سید یحیی رو میخوام بکشم. رفتم پیش خادم مسجد، گفتم تو از کجا میمیدی؟ گفت من خسته بودم، رفتم یه چرتی بزنم، تا چشمام گرم شد حضرت زهرا را دیدم. حضرت اون پسرم سید یحیی رو گرفتن میخوان بکشن، سریع برید به دادش برسید آدرسش هم. من تمام اهل مسجد رو برداشتم آمدم به داد شما. به خدا ما از زهرا داریم، امام زمان داریم، قصه نداریم، فقط مرد و مردانت دفاع بکن از امام زمانت، از مادر کتک خورده بین در و دیوار. بعد ببین به دادت میرسن یا نه.